درود و سلام شب همه بخیر سلامت باشین چرا خود کاندید کردین خانم سیاپوش به دلیل از اینکه دوست داشتم که بانوان افغان همیشه در مشکلات های گوناگون سرد و چار بودن و همیشه در خشونت های گوناگون و سرد و چار بودن و دوست از این شدم که تا بتانم صدای زن افغان شوم صدای بانوان افغان شوم و قسمی که بسیار زیبا هست میگه زنان افغان التماس نمیکنن بلکه می جنگند و مبارزه می کرند. باید ما هم بانوان افغان بگونه باشیم که از خود بتانیم دفاع کرده و بتانیم حقی که مربوط خود ما میشه او را با خود داشته باشیم تا اینجای کار که این قبلا چی کار می حالا خود را نامزد ساختین به راه یافتن به مجلس نمایندگان قبلا از این من خودم شخصا معصل بودم دوست داشتم تا بتونم علم داشته باشم که از حق حقوق شهروندهای خود دفاع کنم و از حق حقوق ملت افغانستان دفاع کنم و همچنان در بخش های مدنی دوست داشتم با بیچارگان و یتیمان و یسیران کمک کنم و دست از اونا را داشته باشم بله با کلانترین با خود بگیرم که برای مردم دارین برای رفتن به پارلمان آنچی که مردم باید بالای شما اعتماد کنن چیست از همه کدوم مهمتر ای است که ما بتوانیم ما حقوقانه با خصوص متحد شیم و تا بتوانیم یک کشور آری از همه چیز داشته باشیم و با خصوص شرمندای کابل باید ما کار کنیم خدمت کنیم با گونی خدمت کنیم که همه ما یک شعار داشته باشیم و بنام افغان باشیم و ایچ جز نتیم که ما را کسای دیگه بگیم که شما کیستیم؟ شما این خدمت را چیگونه انجام می چی مشکلات امده وجود داره خصوصا بر رفتن به پارلمان شما چی ترهاي دارین؟ جامعه افغانستان یک جامعه مرد سالاری است هیچ وقت اجازه نمیده که ما بانوان صدای خدا بکشیم و با... ما بانوان حقی که دانیم باید او را مستحق شویم پس ما دوست دارم که صدای بانوان افغان شوم و همیشه در صدد از این باشم که چگونه بتانیم حق خدا به دست بیاریم فکر که مجلس نمایندگان تنها میتونه مرجی باشه برای بلند کردن صدای بانوان افغان نخی یکی یکی از هدف ماست ما در حاصل ما دوست داریم که یک جامعه به حساب داشته باشیم که مردم سالاری باشه و همچنان ما دوست داریم که چیزی که برای ما داده میشه حقوق است در حاصل یعنی ما میتونیم که بگوییم خانی ملت یا پارلمان جایی هست که ما قانون میتونیم در اونجا بسازیم و همچنان نظارت از عمل کرده حکومت داشته باشیم و همچنان نمایندگی کنیم پس یک چیز مهم است وقتی که ما به میخیزیم بر میخیزیم و صدای ما رو میکشیم باید در قدم اول کوشش باید داشته باشیم که ما یک قانون هم میتونیم که نقض کنیم چرا آقایان میتونه کرسی های زیاد را در پارلمان داشته باشه و بانوان نداشته باشه تا حال ادعای زیر کسی کرده بخصوص در حوزه کابل میایم نو بانو می میتونه که 24 آقا باشه ما میتونیم که قانون هم در پارلمان بتونیم که تغییر بدیم برای اگر انتخاب این از کدام طریق میخواین که به مردم خدمت کنیم؟ ما ام دوست دارم که خدمتگار باشم چرا که حدیث شریف از بسیار زیبا فرمایدن میگه افضل خادمنا میگه بهترین شما کسی است که خدمتگار است پس بیاین که ما به خاطر موقع به خاطر مقامی که بر ما داده میشه به خاطر خدمت نکنیم ما همواره واره به صدد باشیم که چگونه بتانیم خدمت کنیم به خصوص مردم افغانستان خانم سیاه پوش دارایتون چقدر است مگر بگویم شاید همگی بخندن من اصلا دارایی ندارم همه دارایی من ملت ما است مردم ما است بانوان شریف و قرمان افغانستان است شما تنها به با بانوا متکی میکنین متکی هستین ما به همه ملت افغان متکی هستم نه تنها برای بانوان اما دوست دارم که صدای بانوان باشم خانم سیاپوش پوش فامیلتون ده کجاست در افغانستان ما زادگاهیم در کابل است در, افغان در کابل زندگی میکنیم بله و چگونه میخواین که به پارلمان را پیدا کنین حالا اگر به پارلمان رفتین آیا فکر میکنین که موارد وجود داره که شما میتونین که تغییر بتین در گذشته وجود داشته؟ یقینا زیاتر موارد هسته و بخصوص خصوص ما نمیتونیم که از گذشته ها یادآوری کنیم چرا ما دوست داریم که از گذشته ها بیاموزیم قانونایی که باید تطبیق میشه در جامعه افغانستان اصلا تطبیق نشد ما دوست داریم اگر خدا بخواد که ما کامیاب شویم و برندی از این روند شویم دوست داریم که قانونایی که اصلا بر ازو توجه نشد ما توجه کنیم و قانونی که اصلا نیاز از برای ما بتونیم را خود را آغاز کردین؟ ما کمپاین خود از زادگاه خود شروع کردم و از مسجد شروع کردم جای مکان و م... مکان مقدس بود و شروعش از اینجا کردم و دوست دارم در بین مردم باشم و دوست دارم برم نیازهای مردم ببینم کمپاین ما بهتر هم می باشه که نیازهای مردم باشه تصویر دارین در گوشه و کنار شهر اصلا تالنی نه. ما نخواستم ما میخوایم که کارهای متفاوت تر کنم نه ای که با شعار و تصویرهای گوناگون ما میخوایم نشان بدم که ما خدمتگار هستم نه با شعار قسمی که قرآن میگه میگه ای کسانی که سخن میگوین با او عمل کنین ما دوست دارم که عمل بله آیا مطمئن هستین که نتیجه انتخابات به اساس رأی مردم خواهد بود ما خو عطس میزنم که شاید نباشه چرا که ما تجربه خوبی نداریم اما ما امیدوار هستم ما به این فکر هستم که حکومت وحدت ملی باید در این قسمت زیاد توجه کنند تا بتانن که یک انتخابات آری از همه چیز داشته باشیم و شفاف باشه